Orman thinks of. وقتی به مد فکر میکنیم به احتمال زیاد کیمونو رو در نظر نمیگیریم. لباس سنتی که به یه دوره تاریخی خاص محدود نمیشه. هدف ما این بود که نشون بدیم کیمونو همیشه در بین لباس‌های ژاپنی جایگاه ویژه‌ای داشته و تأثیر زیادی بر فرهنگ پوشاک در سراسر جهان گذاشته. کیمونو در ژاپنی به هر چیز پوشیدنی گفته میشه. این اصطلاح از اواخر قرن 19 هم رایج شده و از اونجایی که مردم باش آشنان، ما هم توی این نمایشگاه ازش استفاده کردیم. تاریخ کیمونو به 1000 سال پیش برمیگرده، اما از قرن 16 هم میلادی به عنصری اصلی در لباس پوشیدن ژاپنیا تبدیل شده. صرف نظر از طبقه اجتماعی یا درآمد، مرد، زن، کوچیک و بزرگ همه در ژاپن کیمونو می پوشیدن. بخش اول نمایشگاه به کیمونو در دوره ادو در ژاپن می‌پردازه، یعنی از اوایل قرن 17 میلادی تا اواسط قرن 19. مهمترین ویژگی کیمونو اینه که لباسی با دوخت یک پارچه است. الگوی ساده‌ای داره و از یه توپ پارچه درست میشه که به قسمت‌های مختلف بریده شده. ما خیلی به شخصی کردن فرم لباس در قلب توجه میکنیم. به اعضای مشخصی از بدن اهمیت میدیم. مثلا تنگ بودن دور کمر یا شاید دور سینه و باسن برامون اهمیت بیشتری داره. در لباس ژاپنی رابطه بین بدن و تنپوش وجود نداره. بنابراین همه کیمونوها در نهایت در یک سایز دوخته میشه. به جای اون مردم از طریق رنگ، طرح و نقش، تزیینات و تکنیک های مورد استفاده در کیمونو، جنسیت، طبقه اجتماعی، ثروت و سلیقه‌شون رو نشون میدن. ما تو این نمایشگاه یه نمونه تکه تکه شده از کیمونو رو به نمایش گذاشتیم که به همون بخش‌های مختلف کیمونو رو نشون میده. در دوخت کیمونو اول تاجر سفارش کار رو میگیره، بعد تیکه ها به طور موقت به هم وصل میشن، نقش روشون کشیده میشه و در نهایت دوباره برای اجرای تزیینات از هم جدا میشه. هر بخش از این تزیینات مثل رنگرزی و گلدوزی در کارگاه‌های مختلف انجام میشه. میتونید ببینید که چطور طراحا از این شکل ساده به عنوان بوم نقاشی استفاده میکنن و در نهایت چیزی درست میکنن که شبیه به یک اثر هنری پوشیدنیه. این ویترین لباس طبقه سامورایی رو نشون میده. اگه با فیلم‌های آکیرا کوروساوا کارگردان ژاپنی آشنا باشید، می‌دونید که یک لباس رسمی سامورایی از این دو بخش تشکیل شده. بخش پایینی که بهش کامیشیمو میگن و شبیه شلوار و یا دامن با چینای زیاده و بخش بالایی که شبیه یک کت و در قسمت سرشونه‌ها پهن میشه. طرح‌های کیمونوها در اواسط قرن 18 تغییر کرد. طرح‌های بزرگ جای خودشون رو به گلوبوت‌های کوچیک دادن که با ریتم خاصی در سطح کیمونو پخش می‌شدن. اما در قرن 19 این الگو بازم عوض شد و طرح‌ها متمرکز شدن در بخش پایینی لباس و سراستینا. دلیلش بزرگتر شدن اندازه اوبی‌ها بود. اوبی اون شالیه که دور کمر گره میخوره. اندازه اوبی برای لباس خانما بزرگتر و پهن‌تر شد. اوبی معمولاً به اندازه کیمونو عمر نمی‌کنه. کیمونو مثل گنجینه از نسلی به نسل بعد منتقل میشه، ولی اوبی از اونجایی که همیشه گره میخوره زیاد عمر نداره. اما با این حال ما اینجا دو نمونه فاخر قرن 19 اون رو به نمایش گذاشتیم. کیمونوهای خیلی کمی در دوره ادو به اروپا وارد شد، اما این هم در اواسط قرن 19 تغییر کرد.
وقتی که ژاپن مجبور شد بندرهاش رو به روی قدرت‌های خارجی باز کنه. توی این دوره کالاهای زیادی از ژاپن به اروپا و آمریکا صادر شد و مردم دنبال اجناس ژاپنی بودن. بخش آخر نمایشگاه به کیمونو در دنیای مد از اواسط قرن 20 تا امروز پرداخته. اینجا یه نمونه منحصر به فرد از کیمونو رو میبینین که جان گالیانو برای مجموعه سال 2007 کریستیان دیور طراحی کرده. میبینیم که لایه‌های فوق‌العاده‌ای رو به کیمونو اضافه کرده و ترکیبی از کت‌های پایین گشاد دیور و کیمونو و زیر اون هم یه زیرپوش تنگ و کشیده قرار داده. بی‌زمانی و ابهام کیمونو اونو برای هنرمندا خیلی جذاب کرد. فردی مرکوری خواننده معروف یکی از کسایی بود که در دهه 70 میلادی روی صحنه کیمونو می‌پوشید. این یکی از کیمونوهاشه که تو خونه می‌پوشیده. اینجا این وسط این لباسو می‌بینیم که مادونا اونو در ویدیوی ترانه هیچ چیز مهم نیست پوشیده. یک نیمه کیمونو که با شلوار کوتاه، این آستینای زیبا و اوبی یا همون کمربند ترکیب شده و ژان پل گوتی هم طراحیش کرده. از فرهنگ پیشرفته قرن 17 کیوتو تا سالن‌های مد امروزی، کیمونو مدام در حال تغییر و تحول و بازآفرینی جایگاه خودش در فرهنگ پوشاک جهانی بوده.